بنام خدا سلام. استعفای امرخیل اقدام شجاعانه یا گریز از ملبست؟ ستاد اشرف غنی احمدزی در واکنش به استعفای آقای امرخیل یک اقدام شجاعانه به خاطر منافع ملی افغانستان بوده، اما ستاد عبدالله امرخیل را دلیل اصلی تقلب و مهندسی کردن انتخابات دانسته، استعفای او را بخش از خواسته های مشروع تیمش عنوان می کند. سوال اینجاست که چرا یک آدرس و دو نگاه متفاوت، یکی راضی و دیگر شاکی؟ در این بحث دکتر گلاله نور صافی عضو مجلس نمایندگان افغانستان و الحاج میرداد نجرابی عضو مجلس نمایندگان افغانستان که لحظات بعد با ما در بحث خواهند پیوست. شما بیننده همگام با انتخابات از یک هستید و سید اجمل بهاء در خدمت شما. ولی پیش از این که بحث را آغاز کنیم، همکار ما نصرت منصور با مهمترین سرخط روزنامه های چاپ امروز کابل. بله اجمل، روزنامه های چاپی امروز کابل هم معزل انتخاباتی و استعفای آقای امرخیل را در تیتر درشت خود دارند. روزنامه ملی باور به نقل از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که 300 محل رای دهی مجددا تفتیش و بازشماری می‌گردد. روزنامه به نقل از احمد یوسف نورستانی نوشته که 10% آرای غور، نورستان، پکتیا، پکتیکا و خوست به هدف شفافیت بیشتر در حضور ناظرین تفتیش و بازشماری می‌گردد. روزنامه سرنوشت در مطلب نوشته که استعفای ضیاءالحق امرخیل برای حفظ منافع ملی و تحکیم ثبات یک قربانی بوده است. روزنامه در سرمقالهش نیز در همین مورد نوشته که این قربانی امرخیل باید نتیجه بدهد. سرنوشت در یک مطلب دیگر به نقل از دیکولاس لوت نماینده دائمی امریکا در ناتو نوشته که گفته امریکا از نامزد مشخص در افغانستان حمایت نمی کند. در ادامه به نقل از آقای لوت آمده که مسئولیت حل بنبست های انتخاباتی در افغانستان را اول کمیسیون های انتخاباتی به عهده دارند و پس از آن سازمان ملل متحد می تواند در این بخش همکاری کند. همچنان روزنامه محور در سرمقالهش به جنجال های انتخاباتی پرداخته و نوشته که استعفای امرخیل باید این پروسه آسیب دیده را دوباره ترمیم کند. سرمقاله نویس پرسیده است که سرنوشت باقی پروسه انتخابات چه خواهد شد. نویسنده در پاسخ گفته است که کمیسیون های انتخاباتی و تیم های انتخاباتی باید نگرانی های موجود نزد مردم را از میان بردارند. با حالا هم در ادامه بس با خودت تجربه. ممنون نصرت. بسیار خوش آمدین دکتر صاحب. پس از کنارگیری آقای امرخیل رئیس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که یکی از سه شرط آقای عبدالله به خاطر دوباره رفتن بر روند انتخابات بود، حالا دیگر بهانه وجود داره برای تیم اصلاحات همگرایی به خاطر ختم تعلیق و رفتن بر روند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما فکر میکنم که تعلیق به تعلیق در آوردن انتخابات اصلا باید شرط نمی بود، برای که یک پروسه است و پروسه باید به خواهشات گروهی و شخصی خدشه‌دار نشه. متاسفانه که در افغانستان پروسه ها همیشه به خاطر منافع شخصی و گروهی زیر سوال میره که جای تاسف است. و ای که آقای امرخیل شجاعانه عمل کرده و یا ای که به فرمایش کسی عمل کرده، به هر صورتش این موضوعی است که به ما ارتباط نمیگیره. اما ما خود گفتم میتونم که اگر قرار باشه که یک پروسی ملی به پیش بره، یک نفر استعفا میکنه، واقعا هم شجاعت است. ولی تیم تحول و تداوم اقدام آقای امرخیل را یک اقدام شجاعانه و مبتنی بر منافع ملی افغانستان خواند. بله، اگر این به خاطر ازی باشه که آقای امرخیل فکر کرد، اما قسمی که خودش گفت که به خاطر کمی پروسه بدنام نشه، یعنی جلوگیری ازی شوه که خدا نخواسته کدام بحران را به وجود بیاره، بهتر است که ما از منافع شخصی خود تیر شم. خب، ما شما شاهد تصور شما چی است که بله، ما شما تصور کنین، ما شما شاهد هستیم به پروسه گذشته که پارلمانی بود، انتخابات پارلمانی، که کمیسیون انتخابات به حد بدنام شد که حتی صرافای سرای 16 از طرف حکومت گرفته شدن که گویا موضوعات پولی بالا پایین میشد، اما کس اینقدر جرات نداشت که اقلا یعنی اما عزت خود را حفظ کنه و استعفا بده. وقتی که امرخیل تانسته به خاطر یک پروسی ملی استعفا کنه، واقعا شجاعت است. خب حالا تیم اصلاحات همگرایی دیگر نگاه مشکوک بر مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات و در کل به آقای امرخیل داشت. فکر نمی کنم که حق مدنی اونا بود و موزیگیریشون در برابر کمیسیون دیگر مشروعیت داشت. حق مدنی در صورت بوده میتونست که بر حق باشدم. وقتی که تیم اصلاحات همگرایی فکر میکرد که پروسه یعنی شفاف نیست، چرا یک روز پیش از انتخابات صدای خود بلند نکرد؟ وقتی که ثبت نوار پیش از اینا موجود بود، قسمی که من یک قسمتش شنیدم که گویا در نصب اشخاص در کمیسیون انتخابات و فرمایش میته، این معذلی بود که اقلا یک هفته پیش یا دو هفته پیش از انتخابات صورت گرفته بود. یعنی معلوم میشه که اسناد اینا از اون وقت داشتن، چرا اینو بر خود پت نگاه کرده بودن؟
بخاطر از این نگاه کرده بودن که میشه که ما بازم برنده شویم. اگر اینا برنده می بودن، این ضبط نوار رو نه شما میشنیدین نه ما میشنیدیم. و نه ولی اونا ادعا میکنن که این ضبط نوار رو برشان تازه رسیده ای کدام اول منصوب اول آقای مرخیل دیگر نشان میده که به دیفسی ها دستور مقرری و برکناری ما برتون میگم اگر این دستور وقت داده بود در مو وقت برشان ضبط نوار رسیده هیچ امکان نداره که بعد از انتخابات برش رسیده باشه. اول خو اینا تشتیب تنکیر به مقابل پول خریداری کرده، این کدام دستگاه استخباراتی به خدمتشان گذاشته، این دستگاه استخباراتی داخلی بوده یا خارجی بوده. اول خیر باید اینا به ملت شریف افغانستان تشریح بده که ملت اینا رو بشناسه که اینا چی برنامه‌های پشت سر پرده دارن، که حداقل چیرایشان به مردم آشکار شوه که اینا میتونن از طریق استخبارات افغانستان یا از طریق استخبارات خارجی یا ای که به پول نوارا رو به دست برن. این جای سوال است. اولی که بتونه واقع باشه نباشه باید بررسی شوه، باید ما بفهمیم که واقعا یک ثبت نوار واقعی است یا ساخته شده است. یا هم بسیار گپ مهم است، باید ذهن مردم مخشوش نباشه. ما از حکومت جدا میخواهیم که باید این موضوعات بررسی کنه، مردم بر روشنی قرار بده. تو نشه که هر کس امروز یک ثبت نوار از صدای شما صدای ما. خوشبختانه ما تو هنرمندای داریم که همیال اگه شما ببینین ما بسیار هنرمندای خوب داریم که بالکل 100% میتونه صدا رو تقلید کنه. این چیزا باید ثبوت شوه، باید بر مراجع اگر داخلی این امکان ندارن حتی از مو تیمای بین المللی که اونا اکسپرت هستن متخصص هستن از اون استفاده شوی این چیزا کش بس بود. حالا این یک بحث است که این ضبط نوار ضبط شده مربوط به آقای امرخیل است یا نه، یک بحث. و اینکه این دیگر از کجا شد و تیم اصلاحات همگرایی را از کجا به دست آورد، این هم یک بحث کاملا جدا و علایده است. مسئله مهم انجام تقلب و مهندسی کردن انتخابات است، چیزی که اصلاحات و همگرایی دقیقا نگران بود بر این کار. بله. فکر نمیکنین که حالا دیگر واقعا در اینجا تقلب صورت گرفته و انتخابات هر کسی که تقلب کنه طرفداریش نیستیم، والا آقای امرخیل باشه والا آقای نورستانی باشه یا هر کس دیگه و یا تیم اصلاحات همگرایی و یا تیم تعول تدام. موضوع تقلب یک موضوع قابل غور است که باید به هیچ صورت آرای تقلبی نباشه. در دور اول انتخابات ما منعیس یک وکیل ولایت بلخ، ما حتی نام سایت ها رو گرفتم که در این سایت این قدر رای به یک کاندید ریخته شده، قطعا رای وجود نداشته که او بس این دفعه برتان به ثبوت اثبات رساندیم که این واقعا رای ساخته شده بود، متاسفانه حساب شده بود، هیچ کس او را جلوگیری نکرده بود که ما نام مشخصا کی در کجا ما مثلا در سایت قریه تانه ولایت بلخ ولسوالی چاربولک در تانه 935 رای بر آقای تیم اصلاحات و همگرایی در دور گذشته انداخته شده بود، چون تیم تعول و تداوم چند رای؟ 935 رای که در این دفعه که چون متوجه شدن کله و اونجا ناظرای اضافی فرستاده شد مردم متوجه بودن، اینا نتونستن که 100 رای بگیرن از اونجا. آیا اون 950 نفر اونجا ناپدید شد فوت شدن؟ ما خود نماز جنازه هیچ کدامشون نخوندیم. اون میشه که تقلب است. تقلب در این مملکت متاسفانه امکان است، هر تیم میتونه تقلب کنه. متاسفانه ما انسان ها هستیم که مملکت هستیم که خود بدبختانه نام ما در ردیف اول و دوم فساد میه که وقتی که در اداره ما فساد باشد مردم ما به این متاسفانه ملوث هستن. یعنی این تقلب در دور اول هم صورت گرفته بود که ما جار میزدیم که باید تقلب جلوش گرفته شود و او وقتی اصلاحات همگرایی نه در سر کمیسیون کدام تعرض داشت نه بالای ولی اصلاحات همگرایی از همان آغاز دور اول انتخابات رئیس جمهوری افغانستان دیگر بر کمیسیون ها مشکوک بود و بر مدیریتشان هم نگاه شکامیز داشت. تا به شب انتخابات اصلا نگفت که باید کی بس شد و کی باشه. خب. با مجرده که 50,000 یا چند ناظرشان برشان نتیجه را آوردن، بعد از اینکه نتیجه خود خواندن و خبر شدن، بعد از اون صدای خود بلند کردن. سوال اساسی اینجاست که تیم اصلاحات و همگرایی آقای امرخیل را دلیل اصلی تقلب و مهندسی کردن تمام پروسه و در کل بدنام کردن این پروسه میخوانه، ولی تحول تدام اقدام آقای امرخیل را میگن که شجاعانه و به خاطر منافع ملی افغانستان بوده. چرا در یک آدرس دو نگاه، یکی شک یکی راضی؟ شما معلوم دار هر کدام شما تیم اصلاحات و همگرایی میفهمین که اونا کاملا فهمیدن که رایشان کم است و هر تومتی که باشه یا هر گپی که باشه قبول ندارن. ولو که امرخیل نباشه هیچ مهم نیست، اگر امرخیل یک شخص است ما طرفداری امرخیل نمیکنیم. سکنین آدرس آقای امرخیل. بله. این نگاه متفاوت. اما من اینو باور نمیکنم، من باور به این نمیکنم که تیم اصلاحات همگرایی دور اول میگفتن که کاندید حکومتی آقای زلمه رسول است که خوشبختانه کاندید هم امرای خود داشتن و از طرف دیگر تیم اصلاحات همگرایی تیم است که 70% شوکه مهم دولتی دستشان است و امرخیل یک شخص اینقدر با اقتدار شد که بتونه تمام پروسه را
تمام پروسه را تقلبی بسازه هیچ امکان نداره. از قوت یک نفری بسیار بالاست. این باید تمام تیم که چند هزار نفر اونجا کار میکنه باید کش به یک فرمان باشه. خب آقای عبدالله اگر نگران بر تمام مدیریت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعتراض نیست. اعتراض نیست که اونا نگران باشن. چون رای خود کم دیدن این نگرانی ها به خاطر است که رایشان کم است. اگر رایشان زیاد میبود چرا در دور اول 45% که برده بودن این نگرانی نداشتن؟ بلکل خاموش بودن. وقتی که انتخابات به 45% بر از اینا رسید اینا بلکل خاموش بودن. وقتی که شما دیدین که در ولایت هرات یکی از کمپینرهای مشهورش همراهی صندوقهای رای که ایر از سایت فرار میداد گرفتار شد هیچ تقلب در اونجا نبود. وقتی که در جای مختلف اینا تانستن صندوقها رو پر کنن هیچ صدر سر صدا نبود. با مجرد در اول کار اینا صدایشون رو بلند کردن نسبت به شمارش آرا و قرنطین کردن رای در هرات و مناطق مختلف افغانستان. اونا اصلا اجازه ندادن. بسیار کم رایشان قرنطین شد متاسفانه. باید اقلا از میلیون رایشان باید زیادتر قرنطین می بود که نشد. تنها در ولایت ما 1 لک رای اضافی دارن. همیالم در کشنده اینا تانستن تقلب کنن. همیالم به بسیار جایا با وجود داشتن ناظرا چون جو حکومتی قسم بود که مردم از ترس قماندان و نیفان زورمندای محلی و اینا صدای خود بلند نکرد. حتی ناظرینی بودن که فرار کرده بودن از محل ترسیده بودن برشان اختار داده بود. به بسیار جایای ولایت ما هنوز هم اینا تقلب کردن. کی؟ تیم اصلاحات همگری. در کدام مناطق؟ ما گفتم برتون. در مرمول اینا تقلب کردن؟ در کشندی تقلب کردن، در چارکن تقلب کردن، اسناد و شواهد در دست شماست؟ گفتم برتان که مناظرینه که باید اونجا می بودن فرار کرده بودن وقتی که ما تماس گرفتیم که چرا مثلا شما نرفتین بهانه کردن و باز بالاخره پسان گفتن که والله سر ما فشار بود ما را گفت که اینجا نباشین. ممنون. بعد یک میان برنامه کوتاه بحث همچنان ادامه داره با ما بمانید. به ادامه بحث خوش آمدید و حال هم نصرت منصور با همکار ما نصیر صادق از ولایت تخار. بله اجمل، نصیر صادق با تازه ترین موضوعات انتخابات با ما خواهد بود. آقای صادق صدای ما را میشنوین؟ بله سلام خدمت شما و خدمت بیننده های تلویزیونی. یک امروز در ولایت تخار یک راهپیمایی خیلی گسترده بود از طرف اواخوان تیم اصلاحات و همگرایی و اینا موضوعاتی را که امروز داشتن می بود که باید مبارزه با ضد تقلب شود و مسئله دومیشانی بود که آقای امرخیل به محکمه کشانده شود و مسئله سیوم می بود که رای پاک از ناپاک باید جدا شود و ناظرین سازمان ملل متحد هم در کمیسیون به خاطر نظارت باشد. چه واکنش های در پیوند به استعفای آقای امرخیل در ولایت تخار وجود داشته؟ خب استعفا آقای امرخیل استعفا کرد اما امروز کسایی که راهپیمایی داشتن اینا خواهان ازی بودن که آقای امرخیل باید به محکمه کشانده شود و به این شکل که استعفا کرده باید برش توجه شود که به محکمه برود و اگر به محکمه نرود و واکنش مردم از این بیشتر می شود و تنها ای که استعفا کرده بسنده نیست. اما مشکل دیگر ای که کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت تخار ایره میگه که امروز خیمه ها در روبروی دروازه کمیسیون مستقل انتخابات در تخار برافراشته شد و این خیلی مشکلات زیادی را برای کمیسیون ایجاد کرده و اینا از این ناحیه نگران هستند و جاده ای که عمومی است برای ترافیک بسته شده و مردم هم خیلی نگران هستند از این وضعیت. در کل وضعیت امنیتی در ولایت تخار چگونه است آقای صادق؟ وضعیت امنیتی خیلی خوب هست. کسایی که تحصن کردن امنیتشان کاملا تامین است. نیروهای امنیتی هم به خاطر تامین امنیتشان هستند در ساحات و مشکلاتی را که در اینجا هست ای است که مردم خیلی از نگاه اقتصادی ضعیف شده میرن روز تا روز و نگرانیشان هی است که اگر به میمنوال ادامه پیدا بکنن خیلی مشکلات زیادی را برای مردمی که دوکاندار و کسبه کار هستن وارد خواهد کرد. سپاسگزار از شما آقای صادق با تازه ترین جزئیات از ولایت تخار. از ملال در ادامه بحث با خودت. ممنون. سوالاتی که راجع میشد به تیم اصلاحات و همگرایی و آقای نجرابی به آدرس تیم اصلاحات و همگرایی و نمایندگی این تیم سوالات را پاسخ میداد، تا به حال متاسفانه آقای نجرابی در بحث نتونستن که شرکت کنند و ادامه بحث. حالا
سوالات یا نگرانی هایی که راجع میشه به آدرس آقای امرخیل از طرف ستاد اصلاحات و امگرایی نگران کننده بود. آقای امرخیل رفت. آقای امرخیل در اینجا چه به میراث گذاشت؟ واقعا تخطی، تقلب یا شجاعت و از خودگذری؟ بمی واقعی که ما از دیروز به این طرف شدیم، قصه به یادم آمد، اجازه بتین که بگویم. میگن دو خانم بالا یک طفل دعوا داشتن و قاضی بسیار قاضی مدبر بود و گفت که من این طفل دو توته میکنم، یکی به یکتون، یکی توتیش بدگیتون. و اون مادر که اصلی بود و گفت نه، مادر از این طفل نیستم. من فکر میکنم کار آقای امرخیل همین مانا رو میده. از همه چیز گذشت به خاطر که افغانستان توته توته نشه. باید تیم مقابل هم اما توی خودگذاری داشته باشه، با نجویی نکنن، باخت خود قبول کنن و مردم از یاد سراسیمه و پریشان نسازن. این همه با آنهاییست که امروز اگر این محکم هم شود، چون رایشان کم است، رایشان زیاد نشد، باز یک بانه دیگه میکنن. ولی سوال اینجاست که آقای عبدالا بر رهبری تیم استاد امگرایی دیگر ایشان را متهم میکرد و از زوار نوار ضبط شده را که ایشان نشد کرده از طریق رسانه ها گفتن که این نوار باید ثبوت، اصلا از نظر حقوقی نوار نمیتونه ثبوت باشه. ثبت نوار ولی در این نوار منصوب با آقای امرخیل دیگر دستور داده میشد. این مهم نیست که میتونه که تقلبی بشه، میتونه درست باشه، این باید ثبوت شه. اول ثبوت نشده تاله. یک نوار است، یک صدای است که به نسب اشخاص فلانی باشه، فلانی نباشه. این میتونه دم بگه که سوی استفاده از موقف حکومتیش است. که از خود سو استفاده کرده، میتونه تونم مطرح کنه که شاید دوستای خودم میخواسته در اونجا مقرر کنه، مثل که سال صدها نفر دیگه در افغانستان در این چوکی هایی که گماشته میشه و قسم گماشته میشه. متاسفانه شما خبر دارین، ما خبر داریم که هر کس با واسطه و وسیله و اینا میاین در چوکی میشنن. شاید مقصدشون از گماشتن نباشه به خاطر اینکه تقلب کنه، شاید دوستاش باشه که رو میخواسته مقرر کنه که یک ماش داشته باشه. خب یکی از نگرانی های استاد امگرایی هم گماشتن افراد مشخص و معینه مشخص است، یا اینکه گفتم میتونه میتونه همچنان استفاده از موقف حکومتیش بوده باشه که خودش چون رئیس بوده میخواسته دوستای خودم مقرر کنه، یا میتونه باشه. اما به هر صورت ثبت نوار باید اثبات شود که عزیز و به او باید فهمیده شود که چی گفته. من فکر نمی کنم که اسناد مؤجل و توجیه پذیر در دسترس اصلاحات همگرایی وجود داره که ادعا میکنن. اصلا بر ما قابل تشویش است که تیم اصلاحات همگرایی چی آدرس امرای زیناست که اینا میتونن تمام ماده 37 قانون اساسی که تمام تلفونا و مراسلات و مکتوبا کلشان محفوظ است، یعنی کسی اجازه نداره که به او بدون حکم محکمه دسترسی داشته باشه. اینا کدام قوت در پشت سر از ایناست که اینا خلاف حکم قانون اساسی اینا میتونن که صدای کسی هم ثبت کنه، حریم شخصی کسی هم داخل شون؟ واقعا کلانترین جرم پیش روی مدوات و پیش آمه اینا اجرام کلانترین جرم قانونی است که اینا میتونن. کسی که خب دیگر مشکل بر منافع ملی افغانستان ایجاد میکنه فکر نمیگونه در اینجا توجه شما فکر کنین، شما فکر کنین، شما فکر کنین که خانه شما در خطر است، شما میرین بدون از اینکه حق داشته باشین ده خانه دیگر رو در میدین. یک شما نمید. ولی اقدامی که از طرف اصلاحات همگرایی در اینجا صورت گرفت و کارشون را توجیه پذیر میدانند، مبتنی بر این که این کار دیگر خیانت بر منافع ملی افغانستان بوده و به خاطر نجات افغانستان از این بحران ما کار را کردیم. من فکر نمیکنم که توجیه داره. من فکر میکنم که اول باید به اثبات برسه کی صدا از امرخیل است و کار کی کرده چی است. آیا کسی را که انتخاب اونجا گفته که این نفر باشه، این نفر برای چی اونجا گفتن که افراد منصوب به تیم تحولات دوم است؟ به این جمله گفته؟ دقیقاً. همین جمله شما شنیدید؟ کسایی هستند که گفته مربوط میشه به تیم تحولات دوم. همین جمله ما چون تمام ثبت نوار در زوار در نوار ضبطی که در اونجا نشر شد در اسکرین افراد نشسته بود که منصوب به تیم تحولات دوم نوشته بود. نوشته خب ما میتونیم یک چیز نوشته کنیم. نوشته خب نیست. خود ازی گفته به زبان خود؟ یه شما شنیدین؟ من نشنیدم. خب شما هم نشنیدین. در پایان خب من نشم میکنم که این آدم قاتل است که خب نشد دیگه. خب گوسفندا رو چاق کنین و به کابل روان کنین به چی معنی است؟ گوسفندا رو چاق کنین، گوسفندا کی چاق میگه؟ گوسفندا کی هستن؟ اول انسان ها بودن یا ایراسی گوسفندا بوده؟ من این فهم دیگه درست چیزی که در نوار ضبط شده اینو باید دارم بفهم که چی میگه. خب انسان ها خودشان خود اجدار ما رو میگه. شما باور کنین کل انسان ها اجدار ما هستن؟ و در این نوار ضبط شده گفته از کس اشاره کردن و درخواست کردن که بیایا، گفتن که این با آقای اشرف غنی احمدزاده است، گفتن در کنار نباشه، بین در محل مناسبه که بتونن رای بریزن. خب ما چون خودم شخصا
نشنیدی مگه شما شنیدین شاید مگه خب شما مطمئن هستین با این محتوا اگه شما مطمئن هستین اگه شما مطمئن هستین که نمی ثبت نوار از خود عزیز این باید بررسی شود به کمیسیون شکایت داده شود به هر مرجع مربوطه داده شود که بررسی شود حقایق روشن شود پیش از اینکه حقایق روشن نشده ذهن مردم باید مخشوش نشه به نظر من اولین کاری که میشه باید حقایق روشن شود که این چقدر واقعیت است چقدر حقیقت است بعد از اینکه حقیقت فهمیده شد باز آدرس از حقیقت فهمیده شد که حقیقت از کجا آمده از ریاست امنیت ملی افغانستان برآمده این وقت یک دوزیست از یا مکفیانت ملی است به مملکت که از آرشیف های امنیت ملی افغانستان چیز دوزی شده اگر ای از استخبارات خارجی آمده ای از خیانت کلانتر ملی است که چطور مردم با استخبارات خارجی چی داره این گپا حقایق بسیار بسیار خطرناک است هر قدر که تجسس شود بهتر است مردم شما خان پیگیری آقای مرخیل و این نوار ضبط شده است ما خان عزیزم که این نوار باید ثبوت شود خب که از مرخیل بعد از قانونی آقای مرخیل باید این ثبوت شود که از آقای امرخیل است امرخیل در مقابل از جواب گوست باید هم جواب بده و دومی که بعد از اوکی گپ میشه مرحله دومی است که از کدام مرجع به دست یک تیم رسیده این تیم اگر ایر از آرشیف امنیت ملی دوزی کده این خیانت ملی خب شاید دلایل توجیه پذیر داشته باشن دلایل وجود نداره یک خب این شما دلایل وقت ولی شما در نظر تیم استاد گوری شما یک دوزی به خاطر اینکه بچه تنان بدی دوزی میکنی این دلایل نیست مثلا یا قتل را میکنی به خاطر اینکه ما زنده باشیم این دلیل نیست جرم جرم است هر کاری که جرمی باشه اونا باید جواب خود بده اگر از امنیت ملی گرفته شده باید اینا خودشان خیانت ملی کردن که دزدیدن اگر شخص از امنیت ملی بر زنا داشته او یک خائن ملی است که اسرار امنیت ملی رو به اختیار زنا داشته اگر اینا از استخبارات خارجی گرفته یا هم جای شر خب این بعدن شاید روشن شود مسئله بسیار مهم در اینجا باید مثل معما باقی نمونه که امروز آقای امرخیل استعفا کرد و اگر به خاطر نجات وطن کرده واقعا شجاعانه کار شجاعانه کرده و اگر فرار از جرم کرده باشه ای باید بررسی خب شود یک را شما میپذیرین اگر من ایش کدام شب من میگم اگر تکرین گریز از مسئولیت و یا اقدام شجاعانه چیزی که خودش گفته از جمله از جملات که خودش گفته با شناختی که شما دارین از آقای امرخیل من امرخیل شخصا هیچ نمیشناسم به غیر از اینکه از روی پرده تلویزیون دیدم ولی با اتهامات کالا بدرت اتهام چون یک طرف است من هیچ وقت اتهام طرف است طرف هیچ وقت خودم نمیدونم باید ثبوت شوه ام نوار ثبوت شوه ام اگه جرم آقای امرخیل سی جزا داده شوه و جرم تیم اصلاحات امگرایی که به نظر من به خیانت ملی زیاد شباهت داره که از مرجع بسیار معتبر اسناد دزدی شوه به دسترس یا یک جرم بسیار کلان است جواب زیر مینا باید بده مسئله بسیار مهم بازشماری 10% آرا در لوی پکتیا است در خوست پکتیا پکتیکا غور و نورستان حالا چیزی که اصلاحات همگرایی را از آوردن رأی از او آدرس یا حوزه نگران ساخته واقعا تحولات دوم در اینجا نگران هست من نگران من از یک شخص من نگران نیستم هر جایی که حقایق برملا میشه این خوب است مردم راحت میشن اگر اینا کدام شک دارن شک شبه از بین میره اما ما از یک چیزی که بسیار واقعا مرا تخریش کرده که ایست که تیم اصلاحات همگرایی یک جغرافی مملکت به رسمیت نمیشناسه متواتر نه اونا که ما به رسمیت نمیشناسیم ولی بله گوش کنین چطور نمیشناسه متواتر بله متواتر حمله میکنن که در اینجا چرا مردم ها برآمدن رای داده ما نه ازی داره که ما مثلا این به رسمیت نمیشناسیم چرا بهت میگن که چرا در این مناطق مردم زیاد برآمدن مقایسه کنین خوست یک ولایت است که 11 ولسوالی داره از 11 ولسوالی چند هزار رای است؟ 400,000 بیشتر از 400,000 رای 11 ولسوالی پنشیر یک ولسوالی بود که نه ولایت شده و از تقریبا 80,000 رای 70,000 رای میبره اگر ضرب تقسیم کنیم خب پس برابر است چطور؟ داله که 90% مردم پنشیر چون یک رقیب جدی و پیشتاز هم هست در این بله. انتخابات داله که 90% مردم پنشیر هم در کابل زندگی میکنن با 10% خود تانستان 70,000 رای پردن چرا شما باور نمیکنید یک ولسوالیت که 11 ولسوالی داره و به هزارها صدها هزار کارت رایدی اونا حاصل کردن چطور اونا نمیتونن باشن؟ آیا اونا انسان نیستن؟ یا ای که من با چی فکر میکنم؟ من میگم که اینا دلشان جمع بود که دشمنای وطن این منطقه را نمیمونه حتما برای اینا کدام سیگنال داده بودن نه؟ که ما اینجا را حتما تخریب میکنیم نمیمونیم که اینا برای دادن برای اینجا بفهمید که از هزار رای 10,000 رای زیاد نمیبره که اینا خاطر جمع بوده همیشه به حساب خود به یک لک رای یا به 50,000 رای دل خود جمع کرده بودن اما غافل از اینکه مردم بیدار شده مردم به مقابل دشمن خیستن صدایشان را نشنیدن سوال اینجاست که فکر نمیکنید به عنوان یک نامزد پیشتاز و رقیب جدی تحولات دوم موزیگریشون توجه داره چون نگران هستن از رای که آمده از حوزه چرا وقتی که لوی پکتیا اما قدر کارت رایدی داره آیا استفاده کردنش اجازه نداره
شما پرسان کنید از کمیسیون انتخابات که چقدر رای بر پارتیا داده شد؟ انتخابات هم دیگر ادعا میکنه که ما باشموری میکنیم این رای را. از آقای معنوی که از دوستای قرید نزدیکشان است و دور را رئیس انتخابات از اون معلومات بگیره. نخ بر از اون هنوز حافظیشان کار میکنه که وقتی که رئیس کمیسیون انتخابات بودن چقدر چند ست هزار رای بلوی پارتیا داده شد؟ ادعا میکنه که دیگر رای کامده بیشتر از نفوس است که در اونجا واجد شرایط رای دیدی نمیگم کارت رای دهی که بر واجدین شرایط رای دهی توزیع شده بیشتر از رای کامده. چرا این خود نو توزیع نشدی کارت آخه نو توزیع چقدر فیصد از این نو توزیع شده؟ این اصلاحات هم گروهی میگم نه چند اصلاحات هم گروهی پرسان کنین که چند چند ست هزار کارت نو توزیع شده؟ آیا یک میلیون وظیفه کمیسیون است نه از اصلاحات هم گروهی گفتم از کمیسیون پرسان شوه که چقدر رای دهی دوره برشان توزیع شده چقدر در دوره اول انتخابات دوم انتخابات دو دوره وکالت بود دو دوره از این دوره سه ریاست جمهوری پرسان کنید که چقدر عنوان پرسش آخر چون وقت ما بسیار محدود است حالا راه حل بنبست چی است ما از اون جمله آقای امید گل میترسم که او گفته بود در مملکت در افغانستان یک تیمی که اکادمیک باشه و دانشمند باشه ضرورت نیست یک تیمی که مجاهدین باشه ضرورت است من میترسم که این گپا دمره از اونجا سرچشمه نگیره که مثلا مورد قبول جنرال امید گل هستن از او خاطر فکر میکنم که در خصوص چون مردم ما نمیمونیم که رای بده شما بیغم باشین من از این میترسم خب حالا رای حل این بنبست چی است رای حل این بنبست است که با دکتر عبدالله شرط های دیگه هم داره بخاطر رفتن به روند انتخابات پیشرفت های شخصی رو باید اینجا بانن باید منافع اولیای مملکت مد نظر بگیرن و کمیسیون ها اما قسمی که مستقل هستن اجازه بدن کار خود هستن هنوز اونا کار خود شروع نکردن اینا وقت نتیجه گیری کردن بانن کار خود به آخر برسنن بعد از نتیجه گیری اگر نتیجه به دلشان نبود بعد از بزرگ ممنون تشکر از دکتر گلاله نور صافی از مجلس نمایندگان افغانستان و آقای الحاج میرداد نجرابی که سوالات به آدرس اصلاحات همگرایی وارد میشد و پاسخ میدادن به نمایندگی از تیم اصلاحات همگرایی در بحث شرکت نکردند و حال هم نصرت منصور با تیتر درشت روزنامه های جهان هم در مورد معضل انتخابات افغانستان نوشته روزنامه وال استریت جورنال می نویسه که شمار از آمیان عبدالله عبدالله بالای کمیسیون انتخابات افغانستان خشمگین هستند و نقل از روزنامه این اعتراض کننده ها با رواندازی تظاهرات مسالمت آمیز خواهان برکناری از ضیاءالحق مرخیل از ریاست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شده بودند آقای مرخیل روز دوشنبه از این مقام کنار رفت همچنان روزنامه گاردین در مورد انتخابات افغانستان با عنوان مقاله را نشر کرده که گوسفندان سیر شده به تقلب گسترده در انتخابات افغانستان اشاره می کند روزنامه اصلاح گوسفندان پرشده را از نوار صوتی برداشته که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی نشر شد و صدا در آن به ضیاءالحق امرخیل نسبت داده شده است و حالا هم با خود تجربه ممنون منصور و تشکر از حضور شما خانم صافی که در بحث شرکت کردین ما به اتفاق همکارم نصرت منصور از حضورتون مرخص میشم و تشکر از اینکه شما بحث را صمیمانه دنبال کردین تا بعد خدا نگهدار